اما همزمان با تهاجم روسیه به اوکراین و گستردگی تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه با هدف پایان بخشیدن جنگ توسط پوتین، مقام‌های بریتانیا روز یکشنبه تصمیم‌های جدیدی مبنی بر منزوی کردن بیشتر سرمایه‌گذاران روسی اتخاذ کردند. تأکید بر کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی در این کشور و همچنین ضبط اموال اولیگارش‌های روسی به نفع پناهجویان اوکراینی از موارد مطرح شده توسط مقام‌های بریتانیایی است. گزارشی از سارا دماوندان در این باره. تهاجم روسیه به اوکراین با واکنش‌های بین‌المللی همراه بود و هر روز بر تعداد تحریم‌های کشورهای قدرتمند بر روسیه افزوده می‌شود. ریش سوناک وزیر دارای بریتانیا روز یکشنبه از شرکت‌های بریتانیایی بیشتری خواست تا سرمایه‌گذاری‌های موجود خود در روسیه رو کاهش بدن. او گفت که سرمایه‌گذاری‌های جدید باید پس از تصمیم پوتین رئیس جمهوری روسیه برای حمله به اوکراین متوقف می‌شد. وزیر دارای بریتانیا با انتشار پیام ویدئویی در توییتر گفت که کاهش سرمایه‌گذاری‌های موجود چالش برانگیزه، اما معتقدم هیچ استدلالی برای سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد روسیه وجود نداره و ما از شرکت‌هایی که روابط خودشون رو با روسیه قطع می‌کنن حمایت خواهیم کرد. همزمان با گفته‌های وزیر دارایی بریتانیا، وزیر مسکن این کشور نیز اعلام کرد که بریتانیا به دنبال راهیه که بتونه از طریق اون املاک متعلق به افراد تحریم شده در این کشور رو برای اهداف بشردوستانه و به نفع اسکان پناهجویان اوکراینی استفاده کنه. او تاکید کرد که ما در مورد مصادره دائمی حرف نمیزنیم، اما به دنبال یک راه قانونی هستیم که تا زمانی که این افراد از پوتین حمایت میکنن حق سود بردن از اموال خود در بریتانیا رو ندارند. با آغاز تهاجم روسیه علیه اوکراین، میلیون‌ها نفر خاک این کشور را ترک کردند و در شهرهای بزرگ درگیر جنگ و تنش قریب به 400 هزار نفر کماکان امکان خروج از آن مناطق را ندارند. بر اساس آخرین گفته‌های رئیس جمهوری اوکراین، روز یکشنبه نزدیک به 125 هزار اوکراینی که زیر آتش روسیه بودند توانستند از طریق کریدورهای بشردوستانه از مناطق درگیر در جنگ خارج بشند. همچنین مقامات ایتالیایی امروز اعلام کردند که یک اتوبوس حامل حدود 50 پناهجوی اوکراینی در سحرگاه روز یکشنبه در بزرگراهی در شمال ایتالیا واژگون شد و یک نفر کشته شد. در حال حاضر حدود 35 هزار آواره اوکراینی که از جنگ در سرزمین خود گریختند و وارد ایتالیا شدند که بیشتر آنها از طریق مرز شمال شرقی این کشور با اسلوونی وارد ایتالیا شدند. سارا دماوندان، صدای آمریکا، آلمان.